سلام، ویدیوی امروزمون درباره تعداد نسخه های خطی کتاب مقدسه، ولی قبل از اون میخوام ازتون دعوت کنم که عضوی از شبکه میستریز بشین و کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین تا هر فیلمی ما میسازیم براتون بیاد و بتونین در لحظه ببینین. ویدیو امروزمون ترجمه از ویدیوی انگلیسی آقای جاش مکدوئل هست که یکی از محققان غربی هست و ایشون درباره تعداد نسخه های خطی کتاب مقدس تحقیقاتی رو انجام داد که من براتون امروز میخونم. ایشون میگن که در آزمون‌های کتاب شناختی و تست‌هایی که برای نسخه‌های خطی انجام میشه، تعداد نسخه‌ها خیلی مهمه. اگر شما 20 تا نسخه خطی از یک کتابی داشته باشین، فرض کنیم کتاب مقدس، و شما برین بررسی کنین و تو 3 تا از نسخه‌ها جمله‌ای رو پیدا کنین، مثلا کتاب انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 تو یکی از اونها نوشته باشه که خداوند جهان رو بسیار دوست داشت، و توی نسخه بعدی مثلا نوشته باشه که خداوند در مورد جهان بسیار فکر میکرد، و یا مثلا نسخه بعدی نوشته باشه که جهان خیلی خوب ساخته شده بود. بعد اون وقت شما نمیتونین که از این سه تا بفهمین که کدوم یکیشون درسته. ولی اگر مثلا فرض کنیم 400 500 تا نسخه اصلی داشته باشیم، اون وقت مثلا توی 250 تا مثلا نسخه جمله اول رو نوشته باشه و توی مثلا 5 نسخه جمله دوم رو نوشته باشه و توی یک نسخه جمله سوم رو نوشته باشه، شما میتونین بفهمین که اون 250 نسخه تعدادش بیشتره و این نشون میده که اون جمله درسته و شما میتونید متن اصلی رو از روی تعداد تکرارهایی که تو نسخه‌های مختلف شده بازسازی کنیم و این خیلی مهمه. و حالا خب پس بیایم بریم تعداد نسخه‌های کتاب‌های ادبیات باستانی دیگر رو با تعداد نسخه‌های خطی کتاب مقدس مقایسه کنیم. به طور مثال من براتون میخونم. به عنوان مثال سزار و جنگ‌های گالیک تنها 10 نسخه از اون کتاب سالم مونده. از افلاطون فقط 7 نسخه وجود داره. بسیاری از مردم مورخ رومی تاسیتوس رو مورخ شماره 1 مورخان رومی میدونن، ولی با این وجود فقط 20 تا نسخه خطی از تاریخچه‌های تاسیتوس وجود داره. از پولینیک جوان فقط 7 نسخه خطی سالم مونده. از توسایدیدیس 8 نسخه وجود داره. از سوتونیوس 8 نسخه خطی وجود داره. از مورخ یونانی هرودوت تنها 8 نسخه در دست بشر باقی مونده. همه چیزای دیگه گم شده. از سوفوکلس فقط 193 تا وجود داره. از لوکرتیوس 2 تا وجود داره. از اوریپید یا اوریپیدس 9 نسخه خطی وجود داره. از دیموستنیس حدود 200 نسخه خطی وجود داره. آریستوفانوس تنها 10، شاید حداکثر 12 تا نسخه وجود داشته باشه. ارسطو فقط 49 نسخه خطی وجود داره. آیا میدونید چه تعداد نسخه خطی از کتاب عهد جدید وجود داره؟ فقط از عهد جدید 24633 نسخه خطی جمع‌آوری شده که در موزه‌های اروپا میشه اونا رو پیدا کرد و دید. آقای جاش مکدوئل میگه که من تا به حال چنین چیزی در مورد یک کتاب قدیمی یا باستانی ندیدم. یعنی به این تعداد نسخه از هیچ کتاب تاریخی وجود نداره و بازسازی متن اصلی کتاب مقدس 100% قابل انجامه و هیچ شکی توی این که کدوم جمله واقعا از ابتدا چی بوده وجود نداره. ما میتونیم به متن کتاب اصلی کتاب مقدس مطمئن باشیم و هیچ شکی در مورد این که چیزی در اون تغییر کرده وجود نداره. این ویدیو فقط یک ترجمه بود از ویدیو انگلیسی آقای جاش مکدوئل. دوستای من، خواستم دوباره ازتون تشکر کنم که ویدیو اونو تماشا کردیم و ازتون درخواست کنم که لطفاً شبکه ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین و اینجوری از ما حمایت میشه و شبکه ما میتونه اطلاعات بیشتری در مورد مسیحیت به دیگران انتقال بده و این به ما و به مسیحیت هم بیشتر کمک میکنه. خیلی ممنون.